با درود و مهر، امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه 1403 در تهران و هنوز جمعه 17 ماه مه 2024 در واشنگتن. من محمد منظرپور با مجله خبری هدلاین در خدمت شما هستم. تمرکز امروز ما اولا بر بیانیه پایانی اجلاس اتحادیه عرب در منامه هستش که این بار بعد از نزدیک یک دهه غیبت با حضور سوریه برگزار شده. بعد دو گزارش تحقیقی رو میپردازیم، یکی گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده در رابطه با در واقع جنایت‌های بی‌مکافات شهرک نشینان یهودی در اراضی اشغالی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن، و یکی هم گزارش تحقیقی که شبکه CNN تولید کرده در رابطه با افرادی که با لباس شخصی به اردوگاه دانشجویان در UCLA حمله کردند. و یه مهمان گرانقدری هم در این رابطه داریم. ابتدا بیانیه اتحادیه عرب با حضور سوریه و آقای اسد. 22 کشور عربی از جمله سوریه متحد راهبردی تهران بر سر طرح مشترک برای سال جاری توافق کردند که از پایان جنگ اسرائیل در غزه و راه حل دو دولتی حمایت می‌کنند. بیانیه بحرین شامل بخش طولانی در مورد ادامه جنگ در غزه است که در آن خواستار آتش‌بس فوری، استقرار نیروهای حافظ صلح در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی و راه حل پایدار دو کشوری برای پایان دادن به درگیری فلسطین و اسرائیل است. همچنین درگیری‌ها در لیبی، سودان، سوریه و یمن و سایر کشورها مورد بحث قرار گرفته. در بند چهارم این بیانیه می‌خونیم: تأکید بر توقف فوری تجاوزات اسرائیل به نوار غزه، عقب نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از تمامی مناطق این نوار، رفع محاصره تحمیل شده بر آن، رفع تمامی موانع و بازگشایی تمام گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه کافی در سراسر نوار غزه و امکان فعالیت سازمان ملل متحد به ویژه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد آنرا و ارائه حمایت‌های مالی به آنها برای انجام آزادانه و ایمن مسئولیت‌های خود. ما مجدداً مخالفت قاطع خود با هر گونه تلاش برای آوارگی اجباری مردم فلسطین از سرزمین خود در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن از جمله بیت المقدس شرقی را تکرار می‌کنیم. ما خواستار اقدام فوری برای آتش‌بس فوری و دائمی، پایان دادن به تجاوزات در نوار غزه، حفاظت از غیرنظامیان و آزادی گروگان‌ها و بازداشتگان هستیم. در بخش دیگری از این بیانیه که به فلسطین اختصاص داره، اتحادیه عرب خواهان استقرار نیروهای حافظ صلح و حفاظت بین‌المللی سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین تا اجرایی شدن راه حل دو کشوری شده. در این حال در این بیانیه از همه جناح‌های فلسطینی خواسته شده که زیر چتر سازمان آزادی بخش فلسطین صاف، تنها نماینده قانونی مردم فلسطین، به یکدیگر بپیوندند و بر روی یک پروژه ملی جامع و یک چشمانداز استراتژیک واحد برای تمرکز تلاش‌ها در جهت دستیابی به آرمان‌های فلسطین به توافق برسند. که خب این هم در ذات خودش نوعی خط و نشان کشیدن برای سازمان‌های دیگر فلسطینی که به نحوی مورد حمایت ایران هستند. اما در بخش‌های دیگر بیانیه به طور مستقیم و تلویحی از ایران انتقاد شده. در بند 11 این بیانیه که به امضای آقای بشار اسد هم رسیده، آمده تاکید مجدد بر حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه آن، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا، و از جمهوری اسلامی ایران خواسته که به ابتکار امارات متحده عربی برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای این موضوع پاسخ دهد، از طریق مذاکره مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با قواعد حقوقی بین الملل و منشور سازمان ملل متحد که به اعتماد سازی و افزایش امنیت و ثبات در منطقه خلیج عربی کمک خواهد کرد. در بند 13 باز به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران موضوع متن هستش و میخونیم: بر رد کامل قاطع خود از هر گونه حمایت از گروه‌ها یا شبه نظامیان مسلح که خارج از حاکمیت دولت‌ها عمل می‌کنند و برنامه‌های خارجی را که با منافع عربی کشورهای عربی در تضاد است دنبال می‌کنند یا اجرا می‌کنند، و در عین حال بر همبستگی با همه کشورهای عربی در دفاع از حاکمیت خود تأکید می‌کنیم.
تمامیت ارضی و حفاظت از نهادهای ملی خود در برابر هر گونه تلاش خارجی برای حمله، تحمیل نفوذ، تضعیف حاکمیت یا تعصب به منافع اعراب. در بند 16 مشخصا بیانیه اتحادیه عرب حمله هستش به حوثی‌های یمن. در این بند می‌خونیم بر پایبندی خود به آزادی کشتیرانی دریایی در آب‌های بین‌المللی مطابق با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق دریاها و تضمین آزادی دریانوردی در دریای سرخ، دریای عرب، خلیج فارس تأکید می‌کنیم و تهدیدات کشتیرانی تجاری را که آزادی کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و منافع کشورها و مردم جهان را تهدید می‌کند به شدت محکوم می‌کنیم. در پایان این بیانیه از پادشاهی بحرین به دلیل میزبانی 33 اجلاس سران کشورهای عربی تقدیر شده. حالا سوال مهمی که برای بسیاری ایجاد شده اینه که چطور آقای اسد، نمیدونم نخست وزیر عراق، اینا که به طور حالا سنتی متحدان جمهوری اسلامی هستن، پای این بیانیه رو امضا کردن. من این سوال رو از آقای قیس قریشی، کارشناس جهان عرب، پرسیدم که میگه اساساً این بیانیه ها با اجماع امضا نمیشه بلکه با اکثریت آرا امضا میشه. ببینید، واقعیت اینه که بیانیه های اتحادیه عرب در دو دهه گذشته ما هیچ فعالیت، هیچ کنش مؤثری در منطقه از اتحادیه عرب ندیدیم. یعنی سرسدن نشستاش خیلی پروتکلی برگزار میشه. بیانیه‌ای نیستن که بر اساس اجماع صادر میشن، بیانیه‌ای هستن که بر اساس اکثریت صادر میشن و با وجود اختلاف شدیدی که بین سعودی‌ها و اماراتی‌ها در یمن، مخصوصا در جزیره سقاطرا که میدونید ما توی دو هفته گذشته نیروهای تابع سعودی، نیروهای تابع اماراتی رو در جزیره سقاطرا یمن پس زدن و خیلی جنجال برانگیز شد. اختلافات یمن و اختلافات عربستان سعودی و امارات در یمن به شدت بالا گرفته و جدید هم نیست. ما توی سال گذشته مخصوصا بعد از آرامکو خیلی جدی شد با توجه به اینکه امارات پا پس کشید از اتحادی که با سعودی ها در یمن داشتن. دو ماه گذشته سعودی ها شکایتی مبنی بر اینکه اماراتی ها 4 جزیره و از سعودی اشغال کردن و توی این منطقه محافظت شده دریایی، اگه اشتباه نکنم از ساریات، سعودی ها ادعا می کنن که اماراتی ها 4 جزیره رو اشغال کردن در منطقه، در مرز بین سعودی و امارات، مرز دریایی بین سعودی و امارات. همه اینا داله بر این که خب واقعیتش اینه که بیانیه های این چنینی خیلی تابع پروتکل هاست تا واقعیتش اینه که جدیتی حداقل یا اجماعی در اتحادیه عرب. میدونید در اتحادیه عرب لبنان، عراق، الجزایر، سوریه، عمان، سابقا کویت تا همین سال گذشته، امروز یه مقداری باید مترتب بکن برای حوادث کویت رو باید زیر نظر داشته باشیم تا ببینیم پوزیشنش نسبت به ایران همون پوزیشن سنتی خواهد بود یا اینکه نه تغییر خواهد کرد. ولی به هر حال اینا کشورهایی هستند که تو اتحادیه عرب هرگز دنبال تنش بالا بردن سطح تنش با ایران به طور سنتی نیستن و حتی قطر در 4-5 سال گذشته خیلی تلاش کردن که موضع بی‌طرفانه حداقل بگیرن. حالا گاهن الجزایر، عراق، لبنان، سوریه جدیداً پیش میاد که مواضع ایران رو تقویت میکنن در اتحادیه عرب و متحدین سنتی ایران در اتحادیه عرب میکنن. این لذاب من باور ندارم این بیانیه ها با توجه به عمق تنش بین روابط سعودی و امارات، حتی جدیت اینطور بیانیه های هم باز زیر سوال میره. یعنی حداقل رفتار کشورهای جنوب خلیج فارس، رفتار حاکمانشون وقتی با هم تنش پیدا میکنن خیلی مشخصه، سطح تنش خیلی مشخصه چقدر بالا میره. حساب من به نظرم این بیانیه مثل سابق ایران همیشه باید با اشد تقلال عبارت ها محکوم بکنه همچین بیانیه های ضد ایران رو. باید جدیش بگیریم، ولی به نظر نمیرسه که اتحادیه عرب کنشگر مؤثری در منطقه و فرامنطقه بشه. مجله هدلاین رو با دو گزارش تحقیقی پی میگیریم. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش اختصاصی به نام بی مکافاتان یا بی تقاسان و اینکه چگونه افراطیون بر اسرائیل چیره شدند به این پرداخته که چگونه جریانات اولترا ناسیونالیست
یهودی در واقع دست آزاد گرفتن برای اقداماتشون در کرانه باختری رود اردن. در این تیتر آمده: بعد از 50 سال ناتوانی در متوقف کردن خشونت و تروریسم بر ضد فلسطینیان توسط یهودیان اولتراناسیونالیست، بیقانونی در اسرائیل تبدیل به قانون شده. یکی از نویسندگان این مقاله آقای رونن برگمن، تحلیلگر ارشد امنیتی در اسرائیل که کارسپاندنت یا گزارشگر نیویورک تایمز هم هست. آنچه در کرانه باختری دارد رخ می‌دهد، تقسیم کامل قانون به دو بخش است. یک قانون برای یهودیان و دیگری برای فلسطینی‌های محلی. از 7 اکتبر اقدامات محرزی توسط شهرک نشینان برای کوچاندن اجباری اهالی روستاها از خانه‌هایشان برای همیشه رخ داده و ارتش و پلیس هیچ کاری نکردند. یک روز گروهی از شهرک نشینان با برخی از فلسطینی های محلی ملاقات داشتند که یکی از آنها به شکم یک فلسطینی شلیک کرد و ما به آن روستا رفتیم و با او مصاحبه کردیم. ما می دانیم که پلیس مهاجمی که به او شلیک کرده بود را فقط برای 20 دقیقه بازداشت کرد. و این فقط یک مورد در میان بسیاری از موارد دیگر است که شکست کامل اجرای قانون در مورد شهرک نشینان و راست افراطی اسرائیل را نشان می‌دهد. آنچه در روایتی که ما منتشر کردیم منحصر به فرد است این است که تقریبا به طور کامل منابع آن مقامات اسرائیلی هستند. بنابراین کارشناسان، مقامات تشکیلات دفاعی و جامعه اطلاعاتی علیه پلیس و علیه وزیر مسئول پلیس، یعنی ایتامار بن‌گویر ناسیونالیست افراطی، متحد شدند. Itamar Ben-Gvir. Thanks to that, we also have much deeper access into top. به یمن آنها ما نیز دسترسی بسیار عمیق‌تری به یادداشت‌های فوق سری پیدا کردیم که در آنها به صراحت آمده که پلیس اجرای قانون در مورد ناسیونالیست‌های افراطی یهودی را متوقف کرده. جای به صراحت ذکر شده که پلیس از رفتن به صحنه‌ای که فلسطینی‌ها شکایتی طرح کردند خودداری می‌کند. البته شما نمی‌توانید در طولانی مدت شهرک نشینان ناسیونالیست افراطی را که تا اینجایی که من نشستم در شمال تل آویو تنها 20 دقیقه فاصله دارند با بیقانونی کنترل کنید، بدون آنکه این بیقانونی به کل کشور رخنه کند و اسرائیل را به عنوان یک دموکراسی که قانون را سخت گیرانه برای همه اعمال می‌کند به خطر بیاندازد. That has a strict enforcement of the law on everybody. چکیده گزارش تحقیقی نیویورک تایمز بود به روایت آقای رونن برگمن، گزارشگر این نشریه در تل آویو. و اما شبکه خبری CNN یک گزارش اختصاصی تولید و پخش کرده در رابطه با افرادی که هفته پیش حمله کردند با لباس شخصی به اردوگاه دانشجویانی که خواستار صلح هستند و خواستار توقف جنگ در واقع غزه هستند. یافته های این گزارش بسیار حائز توجهه که به اتفاق می‌بینیم. این بدترین شکل خشونت در اعتراضات جاری دانشگاهی بود. UCLA، جایی که مخالفان از چوب و تخته علیه اردوگاه طرفدار فلسطین استفاده کردند. بیش از 3 ساعت خشونت بی حد و حصر در شب 30 آوریل که منجر به جراحات و صحنه‌های خونین شد و انتظامات دانشگاه و پلیس اجازه دادند که رخ دهد. اونا اسپری میکردن، موانع رو میکشیدن و اونجا بودن تا به وضوح به دانشجویانی که در محوطه دانشگاه هستند آسیب بزنند. When you look at the counter protesters, how many of them were UCLA students? I would say basically none of them. Who are the most aggressive offenders? خشن‌ترین مهاجمان چه کسانی بودند؟ بررسی صدها فیلم از منابع مختلف توسط CNN نشان می‌دهد که بسیاری از آنها با دانشگاه بی ارتباط هستند. در میان افرادی که آن شب ظاهر شدند، هم فعالان راست افراطی بودند که هیچ ارتباط آشکاری با جنگ خاورمیانه نداشتند و برخی دیگر از اعتقادات واقعی الهام می‌گرفتند. Among them, this man. این مرد یکی از آن افراد است. او با یک تیر سفید بلند به یک معترض طرفدار فلسطین حمله کرد و بخشی از جمعیتی است که مرد را در حالی که به زمین افتاد زدند. او در چندین ویدیو با پوشیدن این ماسک سفید دیده می شود. به موانع حمله می کند و اشیاء را به اردوگاه پرت می کند. بدون ماسک می بینیم که او کیست.
we see who he is. 18-year-old او آدان اون 18 ساله از بیورلی هیلز دانش آموز یک دبیرستان محلی است. How do I get inside? I spoke with his mother. Hi there, are you Sharon? Hi. Hi, I'm let me introduce us. She did not. مادر ایدان نمیخواست در دوربین باشد، اما به سرعت پسرش را در حوادث آن شب UCLA از این عکس شناسایی کرد. او به جزئیات توضیح داد که چگونه پسرش ماسک و تیر را روی زمین پیدا کرده و گفت که او از خودش شفا میکرده. مادر ایدان در صفحه فیسبوک خود یک عکس از پسرش را از یک ایستگاه تلویزیونی محلی منتشر کرده. او به زبان عبری نوشته: ایدان رفت تا برای دانشجویان فلسطینی در چادرهای UCLA قلدری کند. مادر و پدر ایدان با افتخار از اسرائیل حمایت میکنند و از اقدامات پسرشان در UCLA دفاع میکنند و میگویند که او قرار است برای پیوستن به ارتش به اسرائیل برود. پس از این مصاحبه مادر ایدان پیام داد که پسرش حضور در UCLA را تکذیب میکند. مردان محسنی نیز در بین مهاجمان بودند. تصویر تام بیبیان در حال کشیدن ایستگاه دوچرخه ها، تخت سلا، لگد زدن به معترضان، پرتاب مخروط و بطری های آب به سمت معترضان و فریاد زدن ضبط شده. ما رفتیم تا از بیبیان بپرسیم که چرا آن شب به محوطه دانشگاه رفته بود. Why he'd gone to the campus that night. Hi, Mr. Bibian. Yeah, can you turn that off? You don't have permission to record me. بیبیان همان ژاکتی را پوشیده که در ویدیو UCLA پوشیده بود. او 42 سال دارد و ساکن لس آنجلس است. در تظاهرات طرفدار ترامپ در سال 2022 در بیرون از دفتر FBI لس آنجلس دیده شده. او نمیخواست توضیح دهد که چرا در ویدیو این کارها را انجام داده. ما نه تنها تام بیبیان بلکه دیگر مردان مسنی را که هیچ وابستگی آشکاری با UCLA ندارند شناسایی کردیم. Lots of different events, school board meetings, city council meetings. Angie Duant, مادر یک دانش آموز در مدرسه دولتی در لس آنجلس است که نیروهای جناح راست را در منطقه خود ردیابی می کند. گروهی که او در اعتراض به حقوق همجنسگرایان در مدارس دولتی دیده بود، آن شب هم به UCLA آمده بودند. هرچند این گروه نیز آن شب به وضوح حضور داشتند، هیچ مدرکی وجود ندارد که آنها نیز در خشونت شرکت کردند. مردی که دارد تصاویر را زنده پخش می‌کند، مارک پولیون است. به نظر می‌رسد او یک عنصر تحریک کننده مستمر است که در حساب‌های خود در رسانه‌های اجتماعی پست‌های ضد یهودی منتشر می‌کند. اما در UCLA او در کنار جمعیت طرفداران اسرائیل بود. پولیون مدعی است که فرزندی در UCLA دارد، هرچند آن فرزند آن شب همراه او نبوده و او نیت خوبی داشته. I was definitely keeping the peace, okay, at least trying to. You weren't there to make it worse? No, of course I wasn't there to make it worse. ناراحتم اینو بگم، اما انتظار داشتم که روز بعد آگهی فوت تنظیم کنیم، زیرا فکر میکردم اتفاق جدی برای دانشجویان در اردوگاه بیفته. با توجه به نحوه تشویق آنها وقتی پلیس شنبه شب رسید، فکر میکنم ممکنه احساس کنند که برنده شدند. خب، در خدمت جناب آقای دکتر سهیمی هستیم، استاد دانشگاه. آقای دکتر، این افرادی که توسط CNN شناسایی شدند، اینا خیلی عجیب و غریب بودن. یعنی یه نفر بود که خب یک دانش آموز کلیمی بود، یه نفر بود که یک آمریکایی ایرانی تبار کلیمی بود، یک نفر بود که اساساً فیسبوک و اینستاگرامش پر از مطالب ضد یهوده، ولی اونجا آمده بود به طرفداری از اسرائیل. اون خیلی عجیب بود. یک گروه بودن که گروه مثلا راست چیز هستن، ضد همجنسگرایان، اونها هم اونجا بودن. چه اتفاقی افتاده که این مجموعه ای از آدمای رنگارنگ اساساً بی ارتباط با هم، یا چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ چی شده که اینها ناگهان در این حمله بسیار خشونت‌آمیز کنار هم قرار گرفتن؟ به شما جناب منظرپور و بینندگان برنامه خودم سلام عرض میکنم. ببینید، اتحادی که اینجا وجود داره یک اتحاد ایدئولوژیکی، برای این اساس که گروه هایی که از
مردم فلسطین و پایان جنگ حمایت میکنن، عموما گروه های مترقی ضد جنگ و به اصطلاح جناح چپ حزب دموکرات و حتی چپگرایی که خارج از حزب دموکرات هستن هستن. در نتیجه همه اونهایی که در برابر جناح چپ قرار دارن همه با هم متحد شدن، حتی اگر در بسیاری از موارد با هم دیگه اختلاف داشته باشن. بنابراین این به نظر من اصلا جای تعجب نداره. اون آقایی که مثلا به عنوان مثال در رسانه های شبکه های اجتماعی پست های ضد اسرائیلی میذاره و بعد میاد UCLA و اون کار رو انجام میده، هیچ بعید نیستش که تمام اون پست هاش که ضد اسرائیل بوده در واقع نمایشی بوده برای اینکه خودش رو اونجوری بتونه عرضه کنه که بعد بتونه از اون لحاظ داخل مثلا معترضین در UCLA نفوذ کنه. اون آقایی که ایرانی تبار هست، اسمشون آقای بیریانه، البته خانواده بیریان در جنوب کالیفرنیا خیلی شناخته شده است، چون آقای منوچهر بیریان کسی بود که اولین تلویزیون ایرانی جنوب کالیفرنیا را راه انداخت. حالا اینکه این آقا جزء همون خانواده است رو نمیدونم، ولی موضوع اینه که این آقای تام بیریان که گزارش سی ان ام اش گزارش میکنه تنها ایرانی نبود که اونجا بود. من انواع و اقسام گزارش ها دارم و دوستان من که در نزدیکی همونجا زندگی میکنن و حتی برخیشون در تظاهرات حمایت از مردم فلسطین شرکت کردن و من گفتن که بسیاری از کسایی که در حمله به طرفداران مردم فلسطین شرکت کردن ایرانیان سلطنت طلب بودن، چون سلطنت طلب ما میدونیم دیگه الان کاملا حامی اسرائیل هستن. بنابراین هیچ جای تعجب نداره که اینها برن اونجا و به حامیان مردم فلسطین حمله کنن. وقتی که مثلا به عنوان مثال خانم یاسمن پهلوی با پرچم اسرائیل در تظاهرات حمایت از اسرائیل در واشنگتن شرکت میکنه، وقتی که سلطنت طلبها از کشتن مردم فلسطین در غزه ابراز شادمانی میکنن، وقتی که اسرائیل به سفارت ایران، کنسولگری ایران در سوریه حمله میکنه که بخش از خاک هر کشوره در هر کشوری دیگه و اینا شادمانی میکنن، خب اینه که اینها برن و در علیه طرفداران مردم فلسطین و طرفداران پایان به جنگ فعالیت کنن اصلا جای تعجب نداره. در این حال به نظر من شاید یک برنامه نانوشته و ناگفته اینجا وجود داره، چون اون شبی که این اتفاق افتاد من از ساعت حدود 10 شب اخبارهای محلی به طور مستقیم این رو نشون میدادن. از 10 شب تا 3 صبح هیچ اثری از پلیس لس آنجلس نبود و کاملا واضح بود. از حدود ساعت 11 شب واضح بود که حمله صورت میگه. قبل از اون مثلا یه مقدار آتش بازی شده بود و مثلا انواع اقسام فشفشه ها رو منفجر کردن. اون پسر جوونی هم که باتون دستش بود یا چوب دستش بود که میخواست بزنه، این از اول اونجا بود. یعنی این برنامه اخبار به طور واضح نشون میداد. در این حال یادتون باشه که جایی که UCLA هست، اولا جایی که شمالش بیبرلی هیلز و بلر هست که در اون بسیاری از یهودیان ثروتمند زندگی میکنن. در این حال اونجا بسیاری از سلطنت طلبای ایرانی در اون ناحیه هستن، در ناحیه دوربر UCLA سانتا مونیکا هست و بسفود هست و جاهای دیگه. برای من اصلا جای تعجب نداره. آقای دکتر، ما تنها حدود 2 دقیقه وقت داریم متاسفانه. سوال من اینه که حالا ممکنه افراد مختلفی انگیزه هایی داشته باشن، حالا اون جوانی که نوجوانی که از دبیرستان آمده به دانشگاه حمله کرده یا نمیدونم ایرانیان سلطنت طلب یا هر چیز دیگری، سوال اینه که اینا چجوری یک زمان و در یک نقطه کنار هم آمدن. این سواله، وگرنه خب این خیلی ممکنه که این ایده ها رو داشته باشن. فرمایش شما کاملا درسته و در این مورد به طور قطعی نمیشه صحبت کرد، ولی من یکی از ویدیو کلیپ هایی که در اینترنت دیدم، یک نفر بود که خودش رو افسر بازنشسته ارتش اسرائیل معرفی میکرد یا کسی بود که در ارتش اسرائیل خدمت کرده بود و در اون ویدیو کلیپ که در فکر کنم اینستاگرام بود من دیدم، به وضوح میگفتش که ما اینها رو سازماندهی کردیم تا حمله کنن. حالا اینکه آیا ایشون بلوف میزد یا اقراق میکرد یا اینکه تا چه حقیقت شده گفت من نمیدونم، ولی این وجود داشت. اینو من به چشم خودم در اینستاگرام دیدم.
ولی در این حال یادتون باشه جناح راست که الان وابسته به حزب جمهوری خواه است، اینا همه به اصطلاح طرفدار شماره یک اسرائیل هستن. اسرائیل موقع موضع بای پارتیزان بوده، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه از اسرائیل حمایت میکردن، ولی الان کاملا یک طرفه شده. یعنی در حزب دموکرات بیشتری های طرفدار اسرائیل نیستن. در این حال وقایعی که در یوسل افتاد، خب این تظاهرات از مدتی پیش آغاز شده بود و بنابراین واضح بود که سرانجام به یک برخورد میرسه. اینه که در عرض مثلا یک هفته یا دو هفته همه اونهایی که با این کار مخالف بودن به تدریج به این نتیجه رسیدن که برخورد به وجود خواهد اومد و بنابراین باید اونجا باشن، به نظرم اونم جای تعجب نداره. بدن این که این واضح بود که به اینجا رسید، کما که در دانشگاه خود من هم، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، همین اتفاق افتاد و کار به خشونت کشید و پلیس لس آنجلس وارد شد و تظاهرکنندگان رو کتک زد و دستگیر کرد. ولی در دانشگاه من برخورد بین طرفداران مردم فلسطین و مخالفان وجود نداشت، فقط پلیس رو آوردن که به معترضین حمله کنه. سپاس فراوان جناب آقای دکتر سهیمی بزرگوار، با سپاس از شان در اتاق فرمان که امکان پخش برنامه رو فراهم کردن و بانو نیک نشاد و جناب آقای تابش که کامنت ها رو در یوتیوب مودریت کردن، برای همه عزیزان آرزوی آخر هفته خوبی دارم و تا هفته دیگر بدرود و ایام بکام.